سلام علیکم، باز هم نیمه شب اومده. نیمه شب این هفته رو میخوام با یک سلام ویژه به همه فامیل های خودم شروع کنم و یه پیام کوچولو هم برای همه فامیلام دارم. عزیزای من، هم خونای من، کسانی که با من نسبت دارید، آشنایی دارید، دوست من هستید، خواهش ازتون میکنم که از من نخواهید شما رو در یک مسابقه تلویزیونی اول کنم یا مثلا بیام پسر شما یا دختر شما یا پدر شما رو بازیگر بکنم. من این کارو نمیتونم انجام بدم به دو دلیل. یک، اخلاقی نیست به هیچ وجه. دو، من اگه میتونستم کسی بازیگر کنم خب خودم بازیگر میکنم. مثلا اونقدر که شما فکر میکنید توی اینجا آشنای کلوفتی حساب نمیشم. من یکی از نازکترین آشناییم که شما میتونید پیدا کنید در صنعت سینما. امیدوارم که خودتون و خانوادتون موفق باشید. شب اومده با امیر حسین قیاسی، گیر میده به خبرهای فرهنگی و سیاسی. کاری کنم این جوکر جر بخوره دهنت، داری میخندی با همه سلولای بدنت. همه به هم میگن چقدر این برنامه خفنه، حتی طرفدار من شوهرمه یه زنت. بهت میگه بشین ببین یکی دوتا قسمت، توی تاریخ کمدی جا بدان از اسمم. وزیر وکی فوتبالیست و بازیگر و شهردار، همه میشن سوژه اینجا با کمک افراد. مافیای کمدین حسین مندوس علی قریب، خوراکشون خبرای داغ و تازه ولی عجیب. وقت تو تلف میکنه این برنامه اساسی، نیمه شب اومده با امیر حسین قیاسی. وقت تو تلف میکنه این برنامه اساسی، نیمه شب اومده با امیر حسین قیاسی. سرپرست دانشگاه امیرکبیر گفته که از این به بعد کارنامه دانشجویان به صورت غیر حضوری فقط در اختیار والدین آنها قرار میگیرد. یه لحظه تصور کنید یه دانشجوی مثلا 35 ساله دکترا رو که مثلا پدر مادرش رفتن کارنامه‌اش رو گرفتن و دارن شماتتش میکنن که چرا 20 نشدی؟ چی تا از پسر اکرم خانوم کمتره که اون همه نمره‌اش 20 شده تو 20 نشدی؟ اینم یه با پسر اکرم خانوم مثلا دوم ابتدایی. چه بدتر، نصف توه. دانشجویان عزیز، جلسه اولیا مربیان امروز هست، استثنان امروز ساعت 4 تعطیل میشه. به خانواده‌هاتون هم اطلاع دادین؟ دانشجوی پزشکی آقای دکتر، زنگ شما مگه نخورده؟ دم آبخوری الان فکت تو جر بخوره، خودت میتونی عمل کنی؟ درست خوندی؟ وای سر صف باشه، سر صف. دانشجو آقا، دانشجوی ریاضی من نبینم تو صف هنری ها، ببینم برخورد میکنم. هنرمند، دوستان هنرمند اون ته بنداز، اونو بنداز، هرچی هست بنداز، من کاری ندارم چیه، بنداز. تو حیاتم ندوید، ندوید. من الان چی میگم؟ من دارم چی میگم؟ ندو، بیا اینجا، بیا اینجا. چرا میدوید؟ تیغ جراحی دستت باشه بزنید بچه مردم زخم کنی چی میشه؟ سری بعد مولید میگم بیا یا فهمید یا نه؟ فهمید یا نه؟ برو رعایت کنید. تلویزیون دوباره سریال‌های قدیمی رو نشون میده. سریال پدر سالار هم یکی از سریال‌هایی که داره نشون میده. تو یکی از قسمت‌های سریال این زوجی که توی سریال هستن میرن دنبال خونه بگردن. با املاکی که صحبت میکنن قیمت خونه ای که املاکی میگه رو سانسور میکنه تلویزیون. الان دیگه شما اینو سانسور کردید، ما کلا قضیه تورم رو به فراموشی سپردیم. دقیقاً یعنی اینطوری شد. اون کارکری که مد نظرتون بود برای ما اتفاق افتاد. یعنی من به واسه اینکه دیدم گفتم آها، پس قیمت خانه الان با سال 70 و چند یکی است و ما تورم نداریم و اینجا بسیار همه چیز عالی و بدون تورم است. من الان این تو ذهنم متبادر شد. ولی خب اشتباه کردید، چون اینجا تیم نیمه شب بیدار حواسش هست. تمام فیلم های قدیمی که توش به قیمت خونه اشاره شده رو جمع کردیم یک جا نشون میدیم. الان سال 80 2 میلیون تومان میگفت، مفت بود، تراس داشت، پارکینگ داشت، اون موقع آسانسور داشت، نخرید. کلید آماده بود، نخریدمش. به جای اون عروسک اومدم این چرخ خیاطی رو گرفتم انداختمش تو کار. تای نواب متری 2 تومن بود، من احمق نخریدمش. امسال در مسابقات قوی ترین مردان ایران که شما حتما به اسم مردان آهنین میشناسید، یک سالها مسابقاتش توی تلویزیون پخش میشد،
چاقوکشی اتفاق افتاده. من اول که خبر خوندم فکر کردم چاقوکشی یکی از آیتم‌های مسابقه بوده، مثلا یه چاقو گول پیکری هست که اینا میان میکشنش و اینا آخرش هم فرمان از خود نگاه میاد میگه این آیتم آیتم جهانی است، ایشون دوستن چاقوی یه تونی رو توی 21 ثانیه و 45 ثانیه، نه شوخی کردم 11 ثانیه، یه شوخی اینجوری همیشه داشت. همه آیتم‌ها آیتم جهانی بود، همه بلا استثنا همه آیتم‌ها جهانی بود. نقشه هرمزگان رو درست کرده بودن فولادی مشتاملیشی بود، پرد یا بگو آیتم جهانی بود، نقشه هرمزگان دیگه اصلا چی بود؟ بس چی بود؟ چاقو آره چاقو کشی کردن. خب شما اصلا زورتون زیاده، احتیاج به چاقو مال ما ضعیف هاست، چاقو رو شما بزنید یه اون میزنید کمباد میکنید هم بیرون. شاید واسه بینه که چیز هن مثلا کیکن یا واقعی هن که از چاقو استفاده کردن، نمیفهم قوی تری مردم توی از چاقو استفاده کردن. توی استان ما یعنی استان لرستان یک باشگاه کشتی رو افتتاح کردن که روی تشکش دو تا ستون بزرگ داره. بعد سریع اونا قضاوت کردن که آقا مثلا این کار بدی بوده و نمیدونم اشتباه بوده و اینا. اولا که اینجا فقط سالن کشتی نیست، سالن کاراته هم هست. اینو همینجوری گفتم، دو کاراته هم ستون پیدا خوبی نیست. حالا اینش بس نیست. اینا اومدن آقا به محیط زیست احترام بذارن. دیدید مثلا یه خونه‌ای که می‌سازن درخت وسطش مثلا قطع نمی‌کنن، بعد همه میگن چه معماری، آقا این درخت رو قطع نکرده احترام به محیط زیست و اینا گذاشته. خب این چه فرقی می‌کنه؟ اینا اومدن به این ستون که به صورت طبیعی ایجاد شده دست نزدن و این ستون رو حفظ کردن. خب این خیلی ارزشمنده که اصلا ستون وسط تو چه کشتی ما یه چیز بدیه، به ذات که چیز بدی نیست. خیلی وقتا به درد می‌خوره. همین امسال مثلا حسن یزدانی با تیلور اگر بازی داشت، اگر این دوتا ستون بودن، حسن آیا به تیلور میباخت؟ نه، یکی چیز رو بود میره پشت این ستونهای قایم میشد، تیلور که میومد یه امتیازش حفظ که تا آخر بازی. البته حالا امسال تیلور واقعا خیلی آماده بود، یعنی ممکن بود اول ستون رو خاک کنه بعد حسن رو. سال قبل حتما ما دیگه حسن یه پیروزی جلوی تیلور به دست میومد با این ستونا. من اصلا پیشنهادم اینه دوتا ستون به کشتی اضافه کنیم، کشتی آزاد فرنگی دو ستونه. وزیر کار گفتن که ظلم است به آدم 55 ساله بگوییم بازنشسته. ترجمه این حرفش اینه که آقا همینی که داره کار میکنه کار کنه دیگه، ما دو تا حقوق ندیم، یه دونه بازنشستگی اینو بدیم یه دونه آدم جدید بیاریم به اونم حقوق بدیم، منظورشون اینه. ولی دیگه تاکید کردن روش، بعد گفتن که آقا اصلا آدم 65 ساله پیر نیست. ما به اینها یک تعریف جدیدی داریم به اسم سالمندان جوان که تضاد هم حالا توش داره، ولی واقعا این مدل تعریف برای مشکلات میتونه تقریبا همه مشکلات رو حل کنه. یعنی شما اگه به پیرا میگی سالمندان جوان، هر مشکل دیگه ای رو یه اسم دیگه براش بذاری حل میشه، درست میشه. الان آقا مشکل بگید من حلش کنم. بگو آقا، بگو شما فقیر. آقا شما میگی فقیر، خب فقیر یک باری داره، شما به جای فقیر بگو ثروتمندان بی پول. بهتر نشد؟ این بار منفی فقیر دیگه نداره. تو بگو کودک کار. کودک کار، خب اصلا کودک کار یه جوری آدم اصلا روحش خراش پیدا میکنه. شما به جای کودک کار بگو بزرگ سالان کارمند کوچولو. خفتگیر بنا کن اصلا یه بنا کن بده زمخت کلمش. تو به جای خفگیر بگو نیازمندان بی پول مسلح. ها؟ این بهتر نشد اینجوری؟ فیلتر اینترنت بهش بگو طرح صیانت از فضای مجازی. ببین چه قشنگتر این شکلی. اینو البته بکنم گفتن اصلا درسته؟ خب این در میاریم. ولی ببین شما بد نگاه میکنید به مسئله، اسمشو درست بذارید. اصلا ما مشکلی نداریم، مشکل ما در واقع تو اسم گذاریه و اینم گل و بلبل همه چی. چند روز پیش توی بیرجند 73 کیلو و 900 گرم از یک ماده مخدری رو کشف کردن که ما قرار نیست اسمشو بیاریم، چون چند باری تو برنامه‌های گذشته اسمشو آوردیم به ما گفتن آقا خوب نیست، در شأن شما نیست که اسم این ماده مخدر رو تو برنامه‌تون میاریم. ما هم باهاشون موافقیم، واقعا درست نیست حالا ما بیاریم. ولی خب برای اینکه متوجه بشید چی هست، من راهنمایی بهتون می‌کنم، نمیگم چی هست، بهتون میگم که چیا نیست که خودتون ذهنتون بره بفهمید چی هست. ببین هروئین نیست، کوکائین نیست، کرک نیست، ماریجوانا نیست، هیچ کدومش نه ایندیکا نه ساتیوا، هیچ کدوم نیست.
متامفتامین، آمفتامین، مسکالین، دی ام تی، انواع اسیدها هیچ کدوم نیست. بعد الستی، قارچ، اینا هیچ کدوم از اینا نیست. دیگه خودتون حدس بزنید که چی هست که ما هم شأن برنامه‌مون پایین نیاد. آره ولی حالا من با این بحثش کاری ندارم. 73 کیلو 900 گرم آخه خب یه 100 گرمش این وسط چیز شده ببین. کسی نمیاد 73 کیلو 900 گرم تیره کجا بجا کنه. 74 کیلو تیره گفتمش که بدم. من واقعا اوسی دارم، من نمیتونم تحمل کنم 73 کیلو 900 گرم این بمونه. یه راهی پیدا کنید، یا 900 گرمش رو بدید به ما امها کنیم اینجا، یا بگید ما 100 گرم براتون بفرستید که این میزون بشه 74 تا 100 گرم. بچه الان میتونید چیز کنیم دیگه. آره غریب رو به تکنی 100 گرم نشمید. ما از روی اصلی باید شامید فقط 74 رو نش کنید. دمتون گرم. فرض کنید شما راهنمایی و رانندگی استان یزد هستید و میخواید اقداماتی رو تعبیه کنید برای اینکه رانندگانی که توی اونجا مثلا تردد میکنن کمتر خواب آلوده باشن، خوابشون نبره. چیکار میکنید؟ احتمال اولین چیزی که تابلوها رو تقویت میکنید. میگه مثلا من بیام تابلو زیاد بزنم که خواب آلوده رانندگی نکنه. اقدام دومی که مثلا شانه راهو زیاد کنید، بیاید مثلا ایمنی جاده رو بالاتر ببرید که اگه کسی هم مثلا یه چرتی زد آسیبی نبینه. اقدام سوم احتمالاً اینه که استراحتگاه‌های بنرایی رو تقویت کنید. برن اینا اونجا بخوابن یه چرتی بزنن ادامه مسیر رو برن. اقدام چهارم چینه که مثلا بیاید 2 تن تخم شور توزیع کنید بین رانندگان در حال تردد اونجا که راهنمای رانندگی بسنگت این کارو کرده. 2 تن تخم شور بین رانندگان توزیع کردن و اینو به عنوان خبر اعلام کردن که ما 2 تن تخم دادید، در حالی که خوردن و آشامیدن اصلا ممنوع کلا توی رانندگی، ولی ما دادیم که اینا خوابشون نبره. درسته تخم آدمو سنگین میکنه و اصلا بیشتر خوابش میگیره، ولی ما توزیع کردیم دیگه. حالا من نمیخوام اصلا زیر سوال ببرم کارشون رو، چون به نظرم آدمای باحال، مثلا دوست دارم اینا رو ببینم، یعنی دوست دارم برم تو جمعشون بشینم عشق کنیم با هم دیگه. یعنی اصلا چقدر خوش فکر و خوش ایده. دمتون گرم واقعا افراد مسئول در تصمیم گیری استان یزد در بحث راهنمایی و رانندگی. بوس بهتون. تشریف بیارید. تشریف بیارید. نه عزیزم، طرح جامعه تخمه است که به شما عزیزان تخمه ارائه میشه که در مسیر مقصد تصادف نکنه. من به خدا مش گفتم نکشی. این گفت من باید نخود تریاد بزنم سر حال باشم. نکشیم چی آقا؟ آقا ماشین توقیفه. ماشین توقیفه. تشریف بیا. راننده بیا. چه خبره تو این ماشین؟ این صدا چیه؟ صدا چیه؟ صندوقو بزنی. صندوقو بزن بالا. صندوقو بزن. آقا صندوقو بزن. صندوقو بزن. آقا. یعنی داداشم مزرعت شدی؟ خب این قسمت از برنامه نیمه شب هم به پایان رسید. در روزهای گذشته ما یک روز تقویمی داشتیم به نام روز جهانی ریشه‌کن کردن فقر. من نمیدونم هنوزم آیا فقر وجود داره یا نه، من زیاد اخبارش رو دنبال نمی‌کنم وقتی که خودم به دوران رسیدم، چون میدونم من تازه به دوران رسیدم دیگه اصلا بحث فقر و اینا رو دنبال نمی‌کنم. معنی هم دیگه به نظرم تو این دور زمانه فقر نداره. فقیر هستید، پول ندارید، از تو کارتون بردارید، بیت کویناتون رو بفروشید. به اصلا بهونه است که حالا ما فقیر هستیم، نمیدونم ما باید 80 سال کار کنیم که بتونیم خونه بخریم. همینو اگه کار نکنید الان 80 سال، سال دیگه میشه 150 سال. اینا بهونه است به نظر شما. باید کار کنید، درسته، تا آخر عمرتون شما باید کار کنید هر روز که یک پول کمی در بیارید که فرزندان شما هم کار کنن، تا فرزندان فرزندان شما هم کار کنن. همه شما سه نسل باید کار کنید تا فرزندان 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 شما هم بتونن کار کنن. همه باید کار کنن تا خدا نگهدار.